به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای چینل جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا آخر ویدیو با ما بوده و این چینل رو نیز سابسکرایب نمایید. به نقل از فیسبوک مسلم شیرزاد، عبدالله اشرف غنی دیگر رئیس جمهور نیست و احکامش اعتبار ندارد. به زودی رئیس اجرایه حکومت خود را معرفی می کند. این در حال است. به نقل از سلام وطندار، یک منبع نزدیک به دکتر عبدالله رئیس جمهور حکومت همشمول به سلام وطندار می گوید که قرار است به زودی والی های ده ولایت از سوی آنان معرفی شود. این در حال است. سوگند دو رئیس جمهور در یک قلمرو واکنش ها و بازتاب های مختلف را در سطح ملی و بین المللی به همراه داشته است. سفارت های امریکا و بریتانیا با اعلام حکومت موازی در افغانستان مخالفت کرده و گفتن که نیاز است افغان ها در این بحر زمانی یک پارچگیشان را حفظ کنند. شمار از سفیران کشورهای خارجی اما تألیف رئیس جمهور را به اشرف غنی تبریکی داده است. رسانه های جهان نیز با ذکر کلمه دو تألیف در تویترهایشان با وضعیت روزهای اخیر ریاست جمهوری افغانستان پرداختند. این در حالی است که شمار از سیاسیون داخلی امریکا را بانه اصلی وضعیت کنونی افغانستان می دانند. پس از آن که محمد اشرف غنی و عبدالله هر دو به عنوان رئیس جمهور حلف وفاداری یاد کردند، شمار از کشورهای خارجی به این دو تألیف واکنش نشان دادند. مایک پومپیو وزیر امور خارجه امریکا اوایل روز سه‌شنبه 20 اود با نشر یک توییت گفته است که ایالات متحده امریکا از افغانستان یک پارچه و مستقل پشتیبانی می کند. وی در ادامه این توییت تصریح کرده که امریکا با هر گونه تلاش برای ایجاد دولت موازی یا هر گونه استفاده از زور برای حل اختلاف های سیاسی مخالفت می کند. او در توییتر خود گفته است اولویت دهی به حکومت فراگیر برای برقراری صلح بهتر است. همزمان با این سفارت امریکا در کابل نیز با عین متن به تألیف دوگانه در کشور واکنش نشان داده است. همزمان با این سفارت انگلیس نیز از ایجاد دولت موازی ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه‌ای که این سفارت نشر کرده آمده است که انگلستان همچنان به پشتیبانی از یک کشور باثبات‌تر و مرفه‌تر متحد است. در این اعلامیه آمده است ما همچنان به دنبال حل و فصل سیاسی فراگیر، حمایت از حقوق و آزادی‌ها و مبارزه با تروریسم هستیم. این مسیری است که آینده روشن‌تر را ارائه می‌دهد. آنچه مردم افغانستان شایسته آن هستند، ما نگران ایجاد یک دولت موازی هستیم و از همه افراد زیربط می‌خواهیم تا با هم جمع شده و اختلاف را به طور سازنده برطرف کنند. این سفارت از همکاری با حکومت اشرف غنی و پایان دادن به درگیری طولانی مدت استقبال کرده است. سفارتخانه های سایر کشورهای دخیل در افغانستان اما تنها محمد اشرف غنی بابت تألیفش تبریکی داده است. در توییتر سفارت فرانسه آمده است. فرانسه در 9 مارچ در مراسم سوگند پرزیدنت غنی حضور داشت. ما در مقابل جمهوری اسلامی افغانستان و مردم آن برای صلح و وحدت ایستاده ایم. سفیر کانادا نیز به محمد اشرف غنی بابت برگزاری مراسم تألیفش مبارکباد گفت. در توییتی که او سفیر کانادا برای افغانستان تصریح شده است، برای مراسم تألیف رئیس جمهور افغانستان من به نمایندگی از کانادا تبریک می گویم. کانادا از امر رهبران سیاسی می خواهد که منافع افغانستان را در اولویت قرار دهند و برای صلح متحد شوند. افزون بر این هانس اکربوم سفیر هالند در کابل نیز از حضورش در تألیف محمد اشرف غنی پرده برداشته است. سفارت ایتالیا در کابل اما با نشر یک توییت از تألیف اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری استقبال کرده است. در توییت این سفارت آمده است پس از تألیف وی ایتالیا از رئیس جمهور غنی استقبال به اراده وی برای باز کردن دولت جدید برای سایر نیروهای سیاسی توجه مثبت می کند. همه مردم افغانستان در این مقطع حساس باید برای شکستن تروریسم
دستیابی به صلح و محافظت از دستاوردهای دهه‌های اخیر متحد شوند. بازتاب دو تألیف در رسانه‌های منطقه و جهان. دو تألیف همزمان در افغانستان به یکی از تیترهای جالب رسانه‌ها بدل شده است. روزنامه وال استریت ژورنال آمریکا نیز با تیتر مراسم تألیف موازی رقبای ریاست جمهوری افغانستان را به این موضوع پرداخته است. روزنامه نیویورک تایمز نیز با تیتر غنی حلف وفاداری به جا می آورد و رقیبش نیز در مورد شرایط موجود در افغانستان صحبت کرده و نوشته است: مذاکرات ما رتن برای جلوگیری از ایجاد شکاف دولت در کابل با شکست روبرو شد و این کشور را به عمق بحران سیاسی در جریان مذاکرات صلح طالبان اعزام کرد. روزنامه ژورنال آمریکا نیز با تیتر رهبران دوگانه افغان خود را رئیس جمهور اعلام می‌کنند در مورد وضعیت موجود در افغانستان صحبت کرده است. این در حالی است که شبکه CBC آمریکا با از دو تألیف همزمان در افغانستان به عنوان تهدید کننده روند صلح یاد کرده است. روزنامه گاردین انگلستان نیز با تیتر انفجارها در افغانستان همزمان با تألیف دوگانه رقبا از این موضوع یاد کرده است. روزنامه های هند نیز به شرح تألیف دوگانه در افغانستان توجه کردند. روزنامه ایندیان اکسپرس با نشر یک گزارش گفته که اشرف غنی به عنوان رئیس جمهور افغانستان سوگند یاد کرد و رقیب وی نیز مراسم تألیف موازی برگزار کرده است. همزمان با این روزنامه هندوستان تایمز نیز با تیتر رقابت رهبران افغانستان برای برگزاری مراسم تألیف موازی ریاست جمهوری به تألیف دوگانه محمد اشرف غنی و عبدالله پرداخته است. روزنامه های پاکستانی و ایرانی نیز تألیف دوگانه در کابل را بازتاب دادند. روزنامه نیوز انترنشنال با درج تیتر بحران سیاسی در افغانستان بدتر می شود به تألیف سران حکومت سابق افغانستان پرداخته و گفته که هر دو طرف ادعای ریاست جمهوری کرده است. روزنامه دان نیز به انفجارهای همزمان با برگزاری مراسم تألیف در کابل پرداخته و در تیتر گفته است رؤسای جمهور رقیب در افغانستان در میان انفجارها و آتش‌سوزی قسم می‌خورند. تألیف دوگانه در کابل اما در رسانه‌های ایرانی بازتاب گسترده‌ای داشته است. روزنامه شرق با تیتر دو تألیف در یک اقلیم به تألیف همزمان محمد اشرف غنی و عبدالله پرداخته است. نویسنده در ادامه با درج جمله معاون سابق وزیر خارجه طالبان برنده انتخابات در افغانستان این روند به نفع طالبان دانسته است. روزنامه خراسان چاپ ایران نیز با تیتر دو رئیس جمهور در یک کشور از بی‌سابقه بودن این کار یاد کرده است. روزنامه مردم سالاری نیز از تألیف دوگانه در کابل یاد کرده و نوشته است افغانستان با دو رئیس جمهور. روزنامه جوان نیز با درج تصاویر جالب محمد اشرف غنی و عبدالله گفته است که طالبان باید میان این دو مصالحه کنند. نویسنده مطلب گفته که گفتگوی طالبان با دولت افغانستان در حال از ابهام قرار گرفته و اکنون طالبان از دو رئیس جمهور خواسته که تمرکزشان را بر روند صلح بگذارند. روزنامه ایران نیز با تیتر یک سودا و دو سوگند به تألیف دوگانه در کابل پرداخته است. این در حالی است که روزنامه ابتکار با درج تیتر دو سوگند برای یک رئیس جمهور وضعیت دو روز پیش در کابل را شرح داده است. واکنش های درونی سیاسیون وضعیت را بحرانی می دانند. برگزاری مراسم دوگانه سوگند در کابل در فردای آن نیز با واکنش های گسترده همراه بوده است. حامد کرزی رئیس جمهور سابق با نشر اعلامیه از امریکا را مقصر اصلی وضعیت افغانستان خوانده است. در اعلامیه‌ای که از آدرس وی نشر شده آمده است: وضعیت نگران کننده کنونی کشور نتیجه سیاست و عملکرد تغییرآمیز و تفرقه افغانانه ایالات متحده ای آمریکا در برابر مردم افغانستان می باشد. اثبات این ادعا در اعلامیه شب گذشته وزارت امور خارجه آمریکا در مورد مراسم تألیف دوگانه 19 اوت افغانستان است. در صورتی که ایالات متحده آمریکا حقیقتاً خواهان حل بحران به وجود آمده می بود، می توانست با اقدام سازنده و به موقع قبل از برگزاری مراسم تألیف مانع تفرقه و بی‌ثباتی سیاسی ناشی از آن گردد.
در اعلامیه به نقل از آقای کرزی آمده که وی در چند ماه اخیر با مقامات آمریکا و ویژه زلمه خلیلزاد نماینده خاص این کشور برای صلح افغانستان دیدار کرده و نگرانی های عمیق را از عدم صداقت و شفافیت عملکرد آمریکا در مورد چگونگی پیشبرد روند انتخابات و بخش های از روند صلح ابراز کرده است. دوستان عزیز، از اینکه تا آخر ویدیو با ما بوده جهان سپاس. تا ویدیوی بعد، الله نگهدار.